من امروز پیاز داغم آوردم که عملی انجام بدم، چون خیلی درخواست شده بود که این پیاز داغ رو حتما نشون بدید که به چه شکلی درست میکنید. من اول پیاز رو میریزم توی روغن که توضیح اینو بدم، بعد میریم سراغ تا آماده بشه بقیه مراحلش. این همون ظرفی هستش که قبلا توضیح دادم، گفتم که گفتین یه توری استفاده میکنیم که حتما فلزی باشه، پلاستیکی نباشه، چون حرارت میخواد داخلش بره. بعد یه کاسه یه قابلمه زیرش قرار میدیم به این شکل آماده باشه. گفتیم یه سینی یا یه مجمومه آماده کنار دستمون میذاریم که داخلش دو تا چنگال گذاشته باشیم. این آماده. بعد گفتیم یه آب نمک غلیظم داریم که نمک و یه قاشق غذاخوری توی دو تا سه قاشق غذاخوری آب قرار دادم و به این شکل هم میزنمش. اینقدر غلیظه که این نمک کاملا هم نمیخوره. اینو میذاریم کنار دست. پیازا رو که حالا با هر دستگاه با دست نازک نازک ببینید شیشه خوردش کردی، یک سوم ظرفمون رو گفتیم روغن می‌ریزیم. خب بعد این پیازا رو گفتیم کم کم داخل این روغن می‌ریزیم که از همون ابتدا ببینید توی این روغن بازی کنه. خب حرارتش چطور باشه؟ حرارتش باید تند باشه ولی متناسب با قابلمه. الان قابلمه من کوچیک هستش، حرارتم هم کوچیکه. بله. این به این شکل اینجا میمونه. گاه گداری هم میزنم باش کار نداره. ببینید الان پیاز من در حال تو هم زدن هم نمیخواد این پیاز. اصلا ببینید همین دیگه خیلی راحته. ببینید الان تقریبا پیازای من آبش کشیده شد ولی یکم هنوز طلایی نشده، یکم این گاز ضعیفه برای این کار ولی درسته، چون باید همین شعله کوچک باشه. من الان بخوام عجله کنم بذارم اینجا باز اون پیازا خشک نمیشه. وقتی که به این حالت شد، یعنی یکم از این نرمتر شد، ببینید پیازا جمع شده، آبش کشیده شده، یکم حالت پلاستیکی گرفته و یک کوچولو اینو قهوه‌ای روشن یعنی طلایی که شد، این آب نمکی که داریم. هیچ نگران نباشید، میگید آب می‌ریزیم داخل این الان میپاچه. نه، هر وقت نمک داخل مایعات باشه اصلا مانع پاچیده شدن میشه. نگرانش نباشید. ببینید توی قابلمه های کوچیک یه قاشق چای خوری، تو قابلمه‌ای خیلی بزرگ که مثلا برای سالانه 20 کیلو 30 کیلو می‌خوایم سرخ کنیم، یه قاشق غذا خوری از این آب نمک، ببینید اندازه یه قاشق چای خوری داخلش می‌ریزم. ببینید اتفاقی هم نیفتاد. آره، یه صدایی می‌کنه. این صدا می‌کنه، سریع هم آبش تبخیر میشه. حالا خیلی ها میگن همینجوری که شما داری نمک رو بهش اضافه میکنی برای سریای بعد آیا روغن شما شور میشه؟ اصلا، چون انقدر میزان کم هستش که اصلا هیچ تأثیری نداره. همون یه قاشق بریم بس بود؟ بله. هم ببین در همین اندازه. بعد از این به بعد دیگه باید مرتب بالای سرش واستن و مرتب اینو هم بزن. میبینی چقدر شناوره دیگه، اصلا به زور هم زدن نداره. اینی که یه پیازا خیلی خوب و خشکی از آب در میاد بیرون. خب اینم بهش ما یک دقیقه وقت داریم. فکر کنم این سرخ بشه تا اون موقع. ولی دیگه بله، فقط توضیحای دیگه شو بدم. وقتی که این کاملا دیگه رنگش طلایی تقریبا، حالا نگه میدارم همه رو فشار نمیدم که نشون بدم، وقتی که یک اندازه که همیشه میبینن یکم از اون روشن‌تر شد. چرا؟ چون تا ما میام اینو فشار بدیم خالی کنیم یکم باز تیره میشه خودش تو اون حرارتی که داخلش هست، چون خیلی اینا ظریف هستن. خالی میکنیم و با یه قاشق محکم حسابی اینو داخل این روغن فشار میدیم تا یک قطعه حتی این روغن داخل این نمونه. وقتی که تمام روغنش رو کشیدیم میریزیم داخل این سینی و سری با این چنگال اینو هوا میدیم و آخر برنامه نشون میدم. وقتی اینو شما تو مشتتون بگیرید به این شکل بکنی همه پودر میشه و عطر فوق‌العاده‌ای داره. هم طعم خیلی خوبی داره. هم آره، هم طعم خوبی داره، هم این که عطر خوبی داره و دراز دراز نمیشه. ببین خیلی ها میگن شما نشسته نگینی خورد کردی، در صورتی که اصلا نگینی نیست، حالت خلال شده هستش. به این شکل اینا خوب شده. خانم ممنون، دست گل شما درد نکنه تا انتهای برنامه که یه سری میایم خدمت شما. وقتی که سرخ شد من ریختم توی این و کاملا فشارش دادم و تو پهنش کردم. فقط میخوام اینو نشونتون بدم که ببینید الان قشنگ خلالی شده. میتونید برای تزیین آشاتون ولی اگه برای غذا خواستید ببینید خیلی راحت صداشو میشنوید. ببینید و این وقتی که پودر میشه توی غذا به غذا غلظت میده، طعم میده و دراز دراز نمیشه و گوشت نمیشه و خیلی طعم خوبی داره. شورم اصلا نیست. کسانی که خوردن رو تست کردن میدونن که اصلا شور